آیا سختی های مسیر رسیدن به موفقیت تو بازیگری رو میشه دور زد؟ واقعا راحت ترین مسیر برای رسیدن به موفقیت تو بازیگری چه مسیریه؟ اگه این موضوع براتون جذاب و سوال ادامه ویدیو رو با هم باشید. سلام دوستان، به کانال اکتینگ جرنی از سفر بازیگری خیلی خوش اومدید. من داریوشم، رشادت، بازیگر، کارگردان و فارغ التحصیل تئاتر از هنرهای زیبای دانشگاه تهران. سابسکرایب کردن کانال، زدن زنگوله کنارش، کامنت گذاشتن و لایک کردن به ماندگاری این کانال کمک میکنه. برای ارتباط بیشتر با من حتما پیج اینستاگرامی actingjourney.dr و کانال تلگرامی سفر بازیگری یا اکتینگ جرنی رو دنبال بکنید که لینک هر دو تاش روی صفحه و اون پایین توی توضیحات ویدیو هست و میتونید روشون بزنید و وارد بشید. قبل از اینکه شروع بکنم موضوع، بازم یادآوری میکنم دوستانی که هنوز یه مسیر مشخص تمرینی برای سفر بازیگریتون ندارید و در کنارش دنبال یه جو خوب برای رشد هستید، حتما پک آموزش بازیگری حرفه‌ای قدم به قدم و در کنارش حضور تو گروه‌های آنلاین و جوین شدن با بچه‌ها رو بهتون پیشنهاد میدم. پس یک، باید یه مهارت‌های ویژه‌ای داشته باشی. در کنار مهارت‌های ویژه تو باید مهارت‌های ارتباطی داشته باشی که باید 4 نفر بشناسن تو. اگه یه بازیگر خوبی باشی، تو خونت باشی که نمیتونی که کارگیر بیاری، نمیتونی که تبدیل به ستاره بشی. تو خدای بازیگری هم باشی، کسی تو رو نشناسه نمیتونی که کارگیر بیاری. باید بتونی لینک‌های ارتباطی بزنی. ما فرض بر این می‌گیریم که شما اون مهارت‌های ویژه رو یکی دو تا منحصر به فرد خودتون رو دارید. مهارت‌های ویژه بازیگریه، اگر با توجه به شناختی که از بازیگری مثلا پیدا کردید. خب، مهارت‌های ارتباطی. 1، با کار کردن زیاد کم کم آدم‌ها شما رو میشناسن. وقتی میری سر این کار، سر اون یک کار، سر یه کار دیگه، خب طبیعتاً این آدم‌ها شما رو دارن میشناسن دیگه، که به هم دیگه وصلتون کنن، که لینکتون کنن، که فلانی بگی من برای فلان نقش یکی رو میخوام، بگی که آره من سر فلان فیلم کوتاه بودم، سر فلان تئاتر بودم، یه داریوش رشادت بود، خوب بود، به نظرم برای این نقش تکسکانسی خوبه، بذار بهش زنگ بزنیم فلان و اینا. کارهای زیاد باعث میشه که دایره روابط هی بیشتر و بیشتر و بیشتر بشه. 2، اخلاق مداری، رفاقت محوری سر اون کارا. اگه شما سر هر کاری برید و زهر مار بکنید فضا رو برای آدم های اون پروژه، اگه یکی یه جای دیگه بگه فلانی نظرت در مورد داریوش رشادت چی، اگه اون با داریوش با من کار کرده باشه میگه حاجی چرترین بازیگر رو بیار ولی اینو نیار، حال کارمون رو به هم میزنه، اصلا حال همه به هم میخوره، یک آدم بد، چه میدونم بی نظم، یک آدم شروبر، یک آدم مزخرف، یک آدم بی اخلاق، اصلا ولش کن، اونو ولش کن. گاهی وقتا بیشتر این ارتباط ها بین بچه های به وجود میاد که لزومن توانمندی ویژهی تو بازیگری ندارن، یه توانمندی متوسطی تو بازیگری دارن، اما انقدر حضورشون، انرژیشون خوبه سر یه کار که دستندرکارانی که سر اون کار باهاش بودن وقتی سر یه کار دیگه میرن دست و پا میزنن که این رم بیارن سر اون کار، انقدر حالشون خوب بوده با این آدم. anyway رفقای من، ای رفیق من، قشنگ من که به منم وایس دادی و همه تون، چه برای به دست آوردن اون مهارت‌های ویژه که خواستنی بشید برای کارگردان و مخاطب هاتون، مخاطبای سینما، مخاطبای تئاتر، و چه برای ارتباط پیدا کردن برای هر دوتا موردش نیاز دارید به زمان، به تلاش، به تمرین بیوقفه و پشتکار و مداومت. همین دوستمون که به من پیام داده بود گفت من 2 ماه پیش شروع کردم، 3-4 روز تمرین کردم بعد ولش کردم، ماه پیش شروع کردم، 1 هفته تمرین کردم ولش کردم. اگه فرض کنیم تو از 2 ماه پیش شروع کردی بازیگری رو، فرض کنیم، و یه بار یه 2 روز، یه بار یه هفته، رفیق تو 2 ماه نیست بازیگری داری کار میکنی. تو ممکنه هر جای بگی من 2 ماه بازیگرم، تو 8 روز بازیگری. پس وقتی که میگم بیوقفه و مداوم قرار زمان بذارید، قرار هر روز
برای رسیدن به این خواسته که ستاره شدنه، سوپر استار شدنه. اگه ویدیوی قبلی رو دیده باشید، مسیر طی کردن یا طی کردن مسیر رسیدن به بازیگران غیر قابل جایگزین شدنه که گفتیم انگشت شمارن تو ایران. اگر قراره به این جایگاه برسی، نیازمند هر روز برای این خواستت کاری کردن، جنگیدن، تمرین کردن هر روز. و اتفاقا هنر اینجا نیست که تو انرژی کار کردن داشته باشی پاشی کار بکنی. همه اگه قرار بود اینجوری باشن که الان سوپر استار 2000 تا سوپر استار داشتیم. هنر اونجاست زمانی که تو هیچ انرژی نداری، هیچ انگیزه ای برای کار کردن نداری، بگی fuck it، گوره باباش، پاشی در اوج بی انرژیگی، پاشی یک عربده بزنی، یک داد بزنی، موسیقی رو پلی بکنی و تمرینات بدنت رو انجام بدی، تمرینات بیانت رو انجام بدی. و بعد از اینکه یکم انرژی گرفتی، سطح انرژی از 2-3 رسید به 5-6 رسید به 7، کارهای تخیلت رو انجام بدی، کارهای ذهنیت رو انجام بدی، کارهای تمرکزت رو انجام بدی، نمایشنامت رو بخونی، یه مونولوگ از فیلمی که دوستش داری، بازیگری که دوستش داری هرچی تمرین بکنی، روی مونولوگ نمایشنامت کار بکنی، روی تمرینات کار روی نقشت کار بکنی، روی مشاهده کار بکنی، روی حافظه کار بکنی، روی حفظ دیالوگ کار بکنی، هر تمرین دیگه بازیگری که الان دم دستتون هست. هنر اون زمانه. یکی حرف خوبی میزد، میگفت عاشقی این نیست که هر زمان من عشقم رو دوست داشته باشم و کیفور این باشم که با عشقم حال بکنم، بهش توجه بکنم. عاشقی زمانی معنی داره که تو هیچ نیازی به معشوقت نداری و انرژی نداری و خستگی، اونجا براش زمان بذاری و بها بدی بهش، مثل عشق مادر به فرزندش یا پدر به فرزندش. این میشه عاشق بازیگری بودن. هیچ میانبری برای بازیگری وجود نداره. سوال: چقدر طول میکشه این مسیر مزخرف؟ نمیدونیم. به ما چقدر طول میکشه؟ مگه ما یکم بازیگری رو دوست نداریم؟ پس همش هم سختی نیست دیگه. ما که جزو اون دسته اول نیستیم که فقط ستاره بودن رو بخوایم. اگه جزو دسته اول باشیم و همش بخوایم ستاره بشیم و 1 سال، 2 سال، 3 سال، 10 سال، 15 سال، 15 سال باید خون جیگر بخوریم که بخوایم ستاره بشیم. اما اگه بازیگری رو دوست داشته باشیم، خود داریم لذت هم میبریم از مسیر دیگه. از کوچکترین موفقیتامون داریم حال میکنیم، یه چیزی رو به دست میاریم، داریم لذت میبریم، عشقش رو میگنیم، میرقصیم، داد میزنیم، دیوونه بازی در میاریم، کیف میده به قرآن مجید. ها؟ اما سختی داره دیگه، زمانی که ناامید میشیم، زمانی که بی انگیزه میشیم، زمانی که انرژی نداریم، زمانی که شکست میخوریم، زمانی که بد بازی میکنیم و دلمون میخواد خوب بازی کنیم و میفهمیم که باید دوتا مهارت به دست بیاریم که اگه بخوایم خوب بازی بکنیم، و خب اون دوتا مهارت رو باید نظم بذاریم، زمان بذاریم، انرژی بذاریم که بتونیم مهارت ها رو به دست بیاریم دیگه. ممکنه مهارت های دوست داشتنی هم نباشن تمریناتش، ولی باید به دستش بیاریم وقتی که میخوایم خوب بازی بکنیم و به هدفمون برسیم. چقدر طول میکشه نمیدونیم. برای یه نفر ممکنه مسیر رسیدن به ستاره شدن 1 سال طول بکشه، برای یک نفر ممکنه 82 تا 92 به 93، برای نوید محمدزاده بین 10 تا 12 سال طول کشید که خیلی زمان کوتاهی بود برای اون به نظر من. برای یکی مثل داستین هافمن 12-13 سال طول کشید توی اشل هالیوودیش، برای آلپاچینو هم همینطور، یا برای یکی مثل مارلون براندو 3 سال فکر کنم طول کشید، 4 سال طول کشید، 2 سال حتی. و برای خیلی هم 20 سال 25 سال طول کشید تا اینکه دیده شدن در اشل ملی و تبدیل به ستاره شدن. پس ما نمیدونیم چقدر طول میکشه. گفتیم منحصر به فرد مسیر رسیدن هر شخصی برای به دست آوردن موفقیتش، برای خواستش. ویدیو رو دوباره ببینید. میونبری وجود نداره. دنبال میونبر نباشید. مسیر رو برید. آدم ها عاشق چشم ابروی شما نیستن. فکر نکنید دارید سراغ آدم هم بگید من آدم بدبختیم، من آدم مفلوکیم، نمیدونم من دور از جونتون پدر ندارم، مادر ندارم، یتیمم، نمیدونم بدبختم، از روستاهای فلان اومدم، تو رو خدا به من یه فرصت بدید. هیچ کس براش مهم نیست و این قانون زندگیه و نباید هم مهم باشه، چون اگه براش مهم باشه داره به تو ترحم میکنه.
تو میخوای بهت ترحم بکنن یا میخوای بر اساس توانمندی تو رو بپذیرن، بر اساس چیزی که داری، چیزی که براش زحمت کشیدی، کار کردی، با عشق و علاقه به دستش آوردی. پس برو توانمندی های ویژه خاص خودت رو پیدا کن که نشون بدی به هر آدم کوری هم حتی بگه من این طول سگو میخوام. مهم نیست چقدر زبان میبره، مهم اینه که رشد میکنید، از بازیگری لذت میبرید و مسیر درستیه. و جمله دارن هاردی رو یادتون نره، موفقیت خیلی 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 سخت به دست میاد، مخصوصا در جهان امروز، و راحت به دست میاد در جهان امروز چون تمام آدما ذهنشون پراکنده است و کسی میتونه سریعتر موفق باشه که متمرکز باشه، مداومت به خرج بده تو کارش، پشتکار داشته باشه. هر روز یک بهانه برای لذت بردن از بازیگریتون پیدا کنید. کسی که این رویه رو پیش میگیره کارش راحت تره، اوکی تره، گوگلی تره زندگی براش، با سختیاش هم راحت تر کنار میاد. آقا یه مسیر رو انتخاب میکنم نمیشه، این کار رو کردم نمیشه، نمیدونم اون رو انتخاب کردم نمیشه، از این مسیر میرم نمیشه، از این سوراخ میرم نمیشه، از اون سوراخ میرم نمیشه، چه کنم؟ یه جمله ایرانیش هست، خارجیش هم هست، حافظ میگه فکر کنم، دست از طلب ندارم تا کام دل برارم، یا تن رسد به جانان یا جان ز تن برارم. یا به قول آنتونی رابینز میگه آدم های موفق وقتی که به مشکل میخورن توی مسیر هدفشون رو عوض نمی کنن. میگه انقدر راه های متفاوت رو انتخاب میکنن تا اینکه به هدفشون برسن. اگه 100 تا راه رو انتخاب کردن، 100 تا مسیر رو رفتن و به هدفشون نرسیدن، میدونی چی کار میکنن آدم های موفق دنیا؟ یا چی کار کردن کسانی که جهان رو جای بهتری برای زندگی کردن؟ میگه این آدما بعد از 100مین راه که شکست میخورن 101مین راه رو انتخاب میکنن. کارش اینه، اومده که موفق بشه، واسه معنا نداره شکست براش، برای اون فقط جنگیدن و به دست آوردن و شکست خوردن و به دست آوردن و رشد کردن در این مسیره، تبدیل شدن به شخصیتیه که تو این مسیر به دست آورده براش مهمه. پرگویی کردم، ببخشید سرتون رو درد آوردم. امیدوارم به دردتون خورده باشه این ویدیو. رفقای قشنگم، عزیزای من، اگه هنوز باز هم میگم یک مسیر تمرینی مشخص و شفاف ندارید، پک آموزش بازیگری حرفه قدم به قدم فکر میکنم بتونه بهتون کمک بکنه، چون دارم تأثیرش رو توی بچه هایی که تو 7-8 ماه گذشته شروع کردن به تمرین کردن دارم میبینم که تأثیر گرفتن ازشون. حتی بعضی از بچه ها یکی دو ماه هم تأثیرات خوب و قابل دیدنی هم من ازشون دیدم و جو خیلی خوبی دارن الان اونجا، مشتاق اینن که بهتون کمک کنن. عاشقتونم، دوستتون دارم. سابسکرایب کردن، لایک کردن و کامنت گذاشتن به انگیزه من به ماندگاری این کانال خیلی کمک میکنه. مراقب خودتون باشید.